آخوند قزوینی و اهانت به امام جواد. آخوند قزوینی برای اثبات نسبت علم غیب به ائمه سخنی پوچ را نقل کرده و آن را به امام جواد نسبت می دهد. چیزی که قرآن دیگه آیه داریم، آیه واضح و روشنه، ولی این مال حضرت اکبر علیه السلام اگر بیشتر توضیح بدی، اگر بیشتر برامون روشن بشه ممنون. من قطع میکنم. ببینید آقای نوری عزیز، ببینید برادر بزرگوارم، ببینید همین رو ما ببینید، اگر چنانچه یک کسی از امام جواد سلام الله علیه اومد سوال کرد، گفت یبن رسول الله تو شنیدیم گفته ای من علم به آسمان ها زمین تمامی بهشتیان جهنمیان را میشناسم، این واقعا همچه علمی شما داری؟ امام جواد یک جمله قشنگی گفت، گفت برادر عرب، آیا خدای عالم قدرت دارد این علم را به یک پشه لاغری بده یا قدرت نداره؟ این ماند معطل. خب اگر خدا قدرت نداره خب این کفره، اگر قدرت داره خب محکوم. خب بله خدا بخواد اشکالی نداره. گفت برادر من پیش خدا از یک پشه گرامی ترم. بینندگان گرامی، الله متعال خطاب به پیامبر محبوب اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بگو من برای خود مالک هیچ نفع و ضرری نیستم مگر آنچه الله بخواهد، و اگر غیب می دانستم سود بسیاری برای خودم فراهم می ساختم و هیچ زیانی به من نمی رسید. من برای مؤمنان تنها هشدار دهنده و مژده‌رسانم. و نیز می فرماید: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. بگو من نمی گویم گنج ها و خزانه های الله نزد من است و من غیب نمی دانم، و به شما نمی گویم که من فرشته‌ام، بلکه تنها از چیزی پیروی می کنم که به من وحی می شود. بگو آیا کور و بینا با هم برابرند؟ پس چرا نمی اندیشید؟ همچنین قرآن کریم به نقل از عیسی علیه السلام می فرماید: ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت على كل شيء شهید. چیزی جز دستوری که به من دادی به آنان نگفتم، اینکه الله را که پروردگار من و شماست پرستش نمایید، و تا زمانی که در میانشان بودم مراقب و گواهشان بودم، و چون مرا از میانشان برداشتی خودت مراقبشان بودی و تو بر همه چیز گواهی. این آیات به وضوح بیان می‌دارد که حتی پیامبران بزرگ الهی نیز علم غیب نداشتند و فقط با وحی الله متعال
بر برخی از امور جزئی غیب اطلاع می‌یافتند، اما بزرگان شیعه بدون توجه به این آیات مدعی‌اند که امامان بزرگوار غیب می‌دانستند و برای اثبات این باور نادرست داستان‌های دروغین را به آنان نسبت دادند. بر اساس منطق داستان ساختگی آخوند قزوینی، از آنجایی که الله متعال قدرت دارد که به پشه علم غیب بدهد و مقام امام جواد از پشه بالاتر است، پس امام جواد غیب می دانسته است. طبق این منطق، هر کسی می تواند ادعای علم غیب کند و بگوید جناب آقای قزوینی، آیا الله می تواند این علم غیب را به پشه بدهد؟ اگر بگوید نه، کفر گفته و اگر بگوید بله، محکوم است. و بر اساس این کشف بزرگ، هر انسان و حیوانی علم غیب دارد، زیرا الله متعال قادر است که به هر که بخواهد علم غیب عطا کند. و باز بر اساس همین شاه منطق علمی، هر کسی می تواند پیامبر باشد، چرا که الله قدرت دارد هر که را بخواهد به پیغمبری برساند. این علامه بی علم نمی داند که قدرت الله متعال به همراه اراده او سبب آفرینش می گردد و اگر الله متعال که بر هر کاری قادر است اراده انجام کاری را نداشته باشد، هیچ کاری انجام نخواهد شد. در مورد فوق نیز درست است که الله متعال قادر است که به هر که بخواهد علم غیب عطا کند، اما سؤال این است که آیا الله متعال این اراده را داشته است یا نه؟ قرآن کریم در جواب این سؤال می فرماید و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. و الله شما را از غیب آگاه نمی سازد، ولی از میان پیامبرانش هر که را بخواهد برمی گزیند. حال باید از شمای بیننده پرسید، آیا نسبت دادن چنین منطق پوچ و بی ارزشی به امام جواد رحمه الله اهانت به ایشان نیست؟ آیا امکان دارد این بزرگوار چنین سخن احمقانه ای گفته باشند؟ جالب اینجاست که آخوند قزوینی خودش در جای دیگری میگوید جز ذات پروردگار کسی از فردا خبر ندارد. در آینده نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. اکنون جناب دکتر آیت الله قزوینی به ما بگوید اگر به جز پروردگار دیگری از فردا خبر ندارد ولی ائمه خبر دارند، پس فرق پروردگار با ائمه چیست؟ آیا ائمه امان ذات پروردگارند و یا اینکه ذات پروردگار همان ائمه هست؟ یه چند تا موضوع بود میخواستم بگم در رابطه با توسل کردن به اهل بیت. بله. به حضرت پیامبر. از بزرگتون شما که من خواهش دارم از ایشون که دعای توسل رو ایشون یه بار بخونن ببینن که ما میگیم که یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، ای که آبرومندی در نزد خدا، شفاعت کن ما را نزد خدا. بل. ما اینا رو گذاشتیم که برامد پیش از خدا طلب کنم. من چه روی دارم به خدا بگم کار من انجام بده؟ مثلا هم از شفاعت میکنن هم خودشان انجام میدن. عزیز من از خود ابوالفضل میخوام، من از خود ابوالفضل میخوام که مریضی مرا شفا بده، من از خود حضرت ابوالفضل علیه الصلاه و السلام میخوام که من پول بده، مال دنیا بده، زندگی من برکت بده، طول عمر بده. از خودش هم میخوام. عطا اینها عین عطای خدا هست، چه از اینها بخوایی چه از خود.